صنف خانم هنری 64 تا پنسل نقاشی دارد. در آخر سال تنها 31 تا پنسل نقاشی باقی می‌ماند. چند تا از پنسل‌ها استفاده شده است و به ما تصویری هم داده شده است. خب، در آغاز سال 64 تا پنسل موجود بود. 6 10 و 4 1. 1 2 3 4 5 6 10 و 1 2 3 4 1. و این 64 است در آغاز سال. و در آخر سال فقط 31 تا پنسل نقاشی باقی میماند. خب، 31 عبارت است از 3 10 و 1 1. 3 10 1 10 2 10 3 10 و 1 1. خب، چند تایش استفاده شده است؟ ویدیو را توقف دهید و کوشش کنید که این را دریابید. بسیار خوب، شما تلاشتان را کرده اید. بیایید با هم انجامش دهیم. راه‌های زیادی برای انجام دادن آن وجود دارد. اگر ما تصویر را اینجا نمی داشتیم، می گفتیم بسیار خوب. او صنفش را با 64 تا پنسل نقاشی شروع کرده. بعضی از پنسل ها را استفاده کرده. خب اگر ما پنسل ها را استفاده میکنیم، آنها را از مجموع باید تفریق کنیم. خب اگر شما بعضی از پنسل ها را استفاده کنید، شما آن استفاده شده ها را از 64 تفریق میکنید. خب میخواهم یک خانه خالی اینجا بگذارم. خب 64 منفی مقدار استفاده شده مساوی است به مجموع مقدار پنسل هایی که باقی مانده است و این مساوی است به چیزی که باقی مانده است و ما داریم که 31 تا پنسل نقاشی باقی مانده. 31 تا باقی مانده. خب ما ضرورت داریم تا بدانیم اینجا چی است، این خانه خالی چی است. 64 منفی 31 مساوی است به خانه خالی. خب اگر 64 منفی 31 مساوی به خانه خالی باشد، من میتوانم 31 را با خانه خالی تبدیل کنم. به این معنا که 64 منفی 31 مساوی به خانه خالی است. این یعنی 64 منفی 31 مساوی به خانه خالی است. چگونه انجامش دهم؟ چگونه در موردش فکر کنم؟ خب 64 چیز را تصور کنید. اگر این بلاک 64 را به نمایش بگذارد، پس این 64 است. فقط مثل آن. و اگر این 31 است، سپس این خانه خالی ما می باشد. ما می دانیم که خانه خالی. خب میتوانم علامت سوالیه اینجا بگذارم. و این هم علامت سوالیه هست. خب ما میدونیم که 64 منفی علامت سوالیه مساوی به 31 است. یا 31 جمع علامت سوالیه مساوی به 64 خواهد شد. یا 64 منفی 31 به ما خواهد داد مقدار علامت سوالیه را که اینجا هست. خب ما باید دریابیم که 64 منفی 31 چی است. بیایید آن را انجام دهیم. اجازه دهید آن را اینجا انجام دهیم. خب 64 منفی 31 مساوی خواهد بود به، بیایید به خانه 1 ها ببینیم. 4 1 منفی 1 1 مساوی به 3 1 است. 6 10 منفی 3 10 مساوی به 3 10 است. پس خانه خالی 33 است و شما می توانید بررسی کنید. 64 منفی 33 مساوی به 31 است. یا 64 منفی 31 مساوی به 33 است. خب 33 پنسل نقاشی استفاده شده است. حالا چون آنها تصویر روشنی به ما داده است، ما می توانیم این تصویر را استفاده کنیم. آن را چگونه انجام دادیم؟ خب این چیزی است که آنها با آن شروع کرده بود. این همان 64 است. 6 10 1 2 3 4 5 6 10 و 1 2 3 4 1. خب 64 و ختمش هم با 31. پس چند تا در را استفاده کنیم تا از جایی که شروع کرده بودیم برویم به چیزی که با آن تمام میکنیم. خب ما ختم میکنیم. بیایید ببینیم اینجا فقط 3 10 وجود دارد.
فقط 6 تا 10 وجود دارد. خب ما 1, 2, 3, 10 را استفاده کردیم. ما 3 تا 10 را استفاده کردیم. و چند تا 1 استفاده کردیم؟ خب ما 4 1 اینجا داریم، فقط 1 تا هم در اینجا. پس 3 تا 1 استفاده کردیم. ما 3 تا 1 استفاده کردیم. اگر شما این 3 10 را بگیرید و این 3 1 را، پس شما همان مقدار پنسل نقاشی باقی خواهد ماند که ما در آخر سال داشتیم. ما 3 تا استفاده کردیم. خب شما می توانید بگویید ما 3 تا 10 را استفاده کردیم و 3 تا 1 را هم استفاده کردیم. و این چه می تواند باشد؟ خب 3 10 جمع 3 1 مساوی با 33 است.